امیدوار هستم اینچنین محافل گرم و صمیمانه را مجددا و مکررا داشته باشیم تا ما از این ذخیره های غنی و عظیم فرهنگی که داریم بهره های ببریم. و حیف است که مولانا ناآموخته بماند و ما از او استفاده ها نکنیم، مثل یک گنجی در گوشه بماند. و با نام مولانا آشنا هستیم، نام مولانا را بدانیم، با او افتخار هم بکنیم، ولی از او چیز ندانیم و یا اگر میدانیم خیلی اندک و سطحی بدانیم. مولانا کسی بود که رایگان گنج شایگان را در اختیار ما نهاد و حال بر ماست تا به قول خودش ای گوهر ارزان نفروشیم. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهر طفلی به قرص نان دهد. و مخصوصا ما که در غرب و در غربت بسر میبریم و از دیار و از زبان مادری خود دور افتادیم، باید فرصتهای بگذاریم برای آشنایی این ذخیره عظیم و غنی معرفت و حکمت. بار دیگر از دوستان دست اندرکار برنامه سپاس میکنم که این فرصت مبارک بر من فراهم ساختن تا در محضر شما از مولانا بگویم و از این مرد بزرگ و این صوفی عاشق و این شاعر و ادیب گوهر و شکرگفتار. ما با رعایت از وقت برنامه و با مخصوصا وقتی که بر من داده شده، خواستم در شروع سیر خیلی مختصر به تصوف خائفانه و عابدانه و بعدا تصوف عاشقانه و عارفانه داشته باشم و سفر را دوام بدیم به مرور باز هم خیلی مختصر به اندیشه های عارفانه و عاشقانه حافظ و مولانا. گرچه موضوع خیلی وسیع است و گنجانیدن این موضوع در برنامه، امیدوار هستم که با قطع کردن نکات برنامه از جالبیتش یا از اصل موضوع بتانم اراحه کنم. تصوف ما در ابتدا با غزالی آغاز میشه. البته غزالی، امام ابو حامد غزالی، تصوف خائفانه و عابدانه را ترویج میکرد و خدایی که برای ما غزالی میشه ناسانه، خدای فوق العاده قهار و جبار و مخیف بوده و خدایی بود که آدمی باید با آدمی با از او، از نام او به خود بلرزد، از ترس به او به خود بلرزد و از سوی عاقبت و آخرت همیشه بیمناک باشد و ندانه که نهایتا خداوند با او چه خواهد کرد. چنانچه آورده ام که غزالی در کتاب احیاء العلوم الدین خود روایت آورده، از نقل کرده که پیامبر داوود، خداوند برای پیامبر داوود وحی کرد که از من چنان بترس که از یک درنده آر میترسی. و این روایت چنان بر دل غزالی نشسته و چنان بر روان و روحی از اون اثر گذاشته که شما مشاهده میتونیم که غزالی اون مرد فوق العاده فرهیخته و خداپرست و خداترس در برابر و مقابل با خداوند مواجه چی ترس، ارتعاش و رهشه میشده و چی فلج به او دست می دادم. البته در سراسر کتاب های غزالی خوف از خدا موج می زند و چهره خداوند
به شکل یک ملک یا پادشاه خیلی مخیف ظاهر میشه. و البته قبل از اینکه پیش برم، فقط میخوام که موضوع تصوف عابدانه و عاشقانه که ابراز میشه به شکل مقایسوی دیده شوه، این که نه به شکل بلندی و پایینی به اونا داده بشه. به تعقیب این تصوف زاهدانه و خائفانه، تصوف ما میل پیدا کرد به طرف تصوف عاشقانه و عارفانه. البته تصوف عاشقانه در ابتدا با شیخ ابو سعید ابوالخیر آغاز شد و اولین بار در اشعار اوست که اشارات و کنایات عارفانه به کار رفته و تشبیهات از عشق زمینی در مفهوم عشق الهی استفاده شده. و اما او رونقی که تصوف عاشقانه به دست مولانا پیدا کرد یک مدت لازم داشت. البته یک مدت لازم داشت و همچنان یک همت و توان و خودگذری های لازم داشت که شاید مولانا حاضر شد که اونا را به اصطلاح لبیک بگه، اونها را بپذیره و از همه چیز خود، از همه دار و ندار خود در این را بگذره. چنانچه خودش میگه، خنک آن قماربازی که بباخت آنچی بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر، که در این مورد در یکی از بحث‌های قبلی مفصلا پرداخته بودم. در تصوف عاشقانه خداوند یک معشوق است. ما به او عشق می‌ورزیم، ما به او نزدیک میشیم، از او نمی‌ترسیم و امنشینی با او را می‌طلبیم و رفته رفته با او انس میگیریم. و او مفهومی که عبودیت به معنی بردگی داشت، او مفهومی که خوف از خدا به معنی برخیشتن لرزیدن داشت، رفته رفته جای خود را به عشق میده. البته عشق به خدا، عشق به معشوق محتشم، معشوقی که احتشام داره، محبت داره. و این چهره خداوند در تصویر، در تصوف عاشقانه خیلی بسیار خوب برجسته و پرداخته شده. و از او بپس است که ما در تصوف با اشتیاق، با شوق و با بهجت با خداوند در مقابل و مواجه هستیم. البته کلمه عشق، چنانچه همه میدانیم، یکی از شریفترین و لطیفترین و شیرینترین کلمات است که در ادبیات ما به کار رفته، که قرار قول استاد سروش، اگر این کلمه در ادبیات ما وجود نمی داشت، 80% ادبیات ما شاید وجود نمی داشت. و صوفیان امی عشق در پای خداوند ریختند و در پای خداوند معشوق چنانچه گفتم. و شما می دانید که تعریفی که امروز از مثنوی میشه، مثنوی یک عشق نامه است. البته کلیدی ترین درس و مفهوم مثنوی، مفهومی که در این کتاب گنجانیده شده، عشق است به خداوند. این خداوند معشوق است که در حقیقت خود را به ما عرضه میکنه، بر ما تجلی میکنه و چهره میکنه، چهره نشان میده. و او نمی نشینه که ما او را کشف کنیم، او خود را به ما مکشوف میکنه و دل ما را میبره. و آنگاست که آدمیان یا صوفیان و عارفان با او دل میسپارند و از مقام عابد خائف حرکت میکنند تا به مقام انسان عاشق و عارف، تا به خدا برسند. مولوی این تکامل یا این تفاوت خیلی زیبا و ظریف پرداخته، یعنی زهد ترس آلود را در برابر عرفان عشق آلود خیلی به زیبایی مقابل هم قرار میده. زاهد با ترس میتازد و با
عاشقان پرانتر از برق و هوا. یا بار میگه آن ز عشق جان دوید و این زبیم، عشق کو بیم کو فرق عظیم. سیر عارف اردم دا تخت شاه، سیر زاهد ارمه یک روزه را. از یک طرف شما زاهد خائف دارین که می ترزه، می دوه، می تازه، اما حد اکثر سرعت وی سرعت دویدن است. و از طرف دیگه یک عارف عاشق داریم که می پره مثل برق، مثل عوا و به سرعت نور. مولانا و بعدها هم در حدود 100 سال بعد حافظ متعلق به می دوران هم متعلق به دوران عرفان عاشقانه اسلامی. البته همه می دانیم که در بین این دوران در دیگر عارفان و عاشقان آمدن، مگر چون موضوع بحث به امید و عارف تخصیص دادیم به اون احساس دوباره تنها از امینا صحبت میکنم. اجازه بدین مروری بر حافظ اول داشته باشیم، اندیشه های حافظ، و بعدا ادامه میتیم به طرف مولانا. حافظ در جای تجلیات الهی را برمی شماره و آثار را که در او به وجود میاره یا اشراق را که در او به پدید میاره به صورت ناز که یک معشوق می نماید و ما بیان میکنه و تصویر میکشه. البته این وصف حال همه عارفان بوده که گفتند که ای در همیشه باز نیست، باز میشه و بسته میشه. یک چشم زنان غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. همیشه چشم باز، همیشه چشم به انتظار باشیم، شاید که نگاهی کند، شاید رحمتی کند و ما غافل باشیم. و آدمی اگر از خداوند را دوست داره باید همیشه در به اندازه امو دوستی اهتمام نشان بده و کوشش کنه. حافظ میگه عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. یا بار میگه به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. و یا هم زلفش هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافه او در آرزو ببست. شیدای آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوگری کرد و رو ببست. سر شیدایی من، سر آشفتگی من ایست که نگارم، معشوقم، بعد از همه چشم برایی ها و انتظارات میایه چشم و ابروی نشان میده و دوباره میره پشت پرده و همین طور حضور و غیابت تکرار میشه و مرا شیدا، مرا حیران و مرا مفتون خود کرده. البته قصه از همین قرار است. همه عارفان به این عقیده بودن و کم بوده عارفه، شاید حتی پیامبران، که این دروازه همیشه برایشان گشوده بوده. اشاره همی بود ابرو نمود و جلوگری کرد و رو ببست. گاه حافظ از فرط انتظار دیدار شکوا و ناله سر میکشه. ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخافت، وان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. میخواستم که میرمشن در قدم چوشم، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. حافظ با این چشمبرایی ها و سوختن در زیر دیوار انتظار، البته زیر انتظار دیدار معشوق، از عشق دلگیر نیست، بلکه عشق را راه رسیدن به مقصود
و خواندن رمز هستی می خوانم. عاشق شود نه روز کار جهان سر آید، نه خواندن نقش مقصود از کارگاه هستی. ما در اینجا آمدیم تا به نقش و رمز خلقت پیوبریم و درس هستی را بخوانیم و راه او عاشق شدن است و ترک خود پرستی. با مدهی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. میگه خود پرست به خدا نمیرسه، بی خبر میمیره. عاشق شود نه روز کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی و الا اخیر. میبینیم که عشق خداوند چی جای در اندیشه حافظ داشته. و اما عاشقی حافظ به خداوند با این همه اوج و شکوهش، البته او برجستگی را نداره که شما در مولانا میبینید. مولوی در مثنوی و مخصوصا در دیوان شمس، در دیوان کبیر، یک دیوانه کبیر خداست. سر از پا نمیشناسه و پروای لفظ و قالب و وزن هم نداره، چنان چشم آسا ای سیر معارف و حکمت از او جاری میشه که خودش غرق میشه و حتی خواننده بعضا نمیتونه خود را جمع کنه و در برابر ای سیل مقاومت داره. حافظ چنین نیست. حافظ به گمان اکثر محققین و مفسرین و حافظ شناسان، هرگز او تجربه های خیلی سهمگین و سنگین عاشقانه را از سر نگذارنده و از اول آماده ای طوفان نبوده. چنانچه خودش میگه، چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چی موج خونفشان دارد. و یا بار میگه، عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ما اول فکر میکردم ای عشق یک چیز آسان، یک چیز شیرین و ظریف و حریرگونه است. خواستم داخل وادی از او شوم و رفتم به طرفش، دیدم چی طوفان شکن است، چی موج خروشان است، چی آتش فشان است. او وقت بود که من چشم باز کردم و مشکلاتش درک کردم. البته نکته مهمی که در ابیاتی که یاد کردیم در این جاست که از یک طرف حافظ ما را به عشق، به عاشق شدن ترغیب میکنه و عاشق شدن راه رسیدن به رمز هستی و نقش مقصود میخوانند، و از طرف دیگر آگاهی و اطلاعات از مسیر و فرایند حرکت عشقی میدن که آماده باشیم. مولانا چنین نیست. مولانا میگه که من از اول میدانستم که عشق خونخوار است. عشق میخواه همه چیز و همه دار و ندار در پایش بگذاری و از خودت به تمام معنی بگذاری تا به معشوق برسی، تا به خدای معشوق برسی. این عشق از اول چرا خونی بود تا گریزت هر که بیرونی بود؟ عشق از اول چهره عبوس و خشن خود را نشان میده و مشکل می نماید تا هر که توان و همت داخل شدن در این وادی را نداشته باشه بیرون بمانه. مولانا زبانش زبان حال عاشق است، بیان مطلق حال عاشق. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. بر درخت کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن شادان نکن. تا به اخیر میرسیم، نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچی خواهی کن ولیکن آن مکن.
این است زبان حال مولوی عاشق و تمام معنی کلمه. این که نیست در عالم تلختر از هجران، واقعا عرف اصلی اصلی دل مولاناست. به خدای معشوق خود میگه هرچی میخواهی بکن ولیکن آن مکن، مرا مبتلای هجران خود مکن. ما مرغان استیم که در بر شاخ درخت تناور ذات وجودی تو نشسته ایم. بر درخت کاشیان مرغتوز شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. این است زبان حال مولانا. و اگر نظر عمیقتر و نزدیکتر به اثرات خداوند و مولانا بیندازیم، میبینیم که او کان عطر و کان عشق چی تأثیر بر اندیشه مولانا داشته. البته کان عطر یا کان مشک به قول خود او بزرگوار، عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود. ببخشید. عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود، مشک را کی چاره باشد زین سبب زین چنین رسوا شدن. مولانا میگه عشق بوی مشک دارد، هر که عاشق است معطر و خوشبوست. معلوم میشه که عاشق است، معلوم میشه که لطافت در روح ای شخص و ظرافت در سیمای ای شخص نشسته، بر روان او عطر عشق خداوند زده شده. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قهر بدخن می دهد. و این عارف بزرگ، این مولانای عاشق، مشک را که نام پاک ذوالجلال بود بر در دل و در جان خود زده بود و عشقی که به خداوند داشت مثل مشک عطر می باشید و همگان را معطر می کرد. و ما که امشب داریم 746 سال روز عرس مولانا را جشن می گیریم، هنوز از عطر مشک عشقش بهره ها می بریم. مولانا خود را از ملت عشق می خواند و همه گام های او در مسیر عشق است. ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. یا میگه غرق عشق ام که غرق است اندرین، عشق های اولین و آخرین. و یا هم من ز شیرینی نشستم ترش رو، من ز بسیاری گفتارم خموش. عشقی که من در دل دارم، در درونم و در وجود موج میزنم، آنقدر فربه، آنقدر گسترده و آنقدر پهن است که اگر تمام عشقهای ازلی و ابدی را در بین از او بریزین، در بین او محو میشن. عشق ما همیشه میتونه بپذیرم. البته این توصیف است که مولانا از خود میکرده. و ما از شیرینی سخن، از شیرینی عشق آنقدر سخن دارم که نمیتونم به زبان بیارم. خاموشی ما از پرحرفی ماست. پس میبینیم که تصوف عاشقانه مولانا، در تصوف عاشقانه مولانا خداوند یک موجود دوست داشتنی است، یک ذات وجودی لطیف و محبوب است، نه موجودی که از او بترسید. برای تمام عرفای عاشق تقوا در قرآن کریم به معنی ترس نیست. اونا تقوا را یا متقین که در قرآن کریم آمده، ترس ترجمه و معنی نمی کنند. بر اونا یک احساس ادب، یک احساس حیا یا شرم است و این یک احساس وجودی است، نه یک احساس زودگذر. پس مولانا در برابر خداوند یکی امی تقوا را داشته و دیگر وصف عاشقیش که
ازش صحبت کردیم و عاشقی که او را پر از محبت خدا کرده بلکه غرق خود محبت خداوند کرده تا حدی که او خود را با خدا با خداوند معشوق خود یکی میدانسته او معشوق با معشوق میدانسته تعبیر خیلی خیلی زیبایی که مولوی در باب معشوق داره در این بیتش بیان میشه که در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری تا قمر را وانمایم که از قمر شیرین تری معشوق من منتر از من است ما که به او میرسیم در حقیقت به خود میرسیم البته به خود به یک سطح بالاتر به من خود و خلاصه درس مولانا در اینجا این است که میگه ما با خداوند یگانه ایم ما بیگانه بودیم تا به اثر عشق یا از تاثیر عشق با او برسیم و با او یگانه شویم و امی وحدت است و امی وحدت است حکمت هستی ما و چنانچه خود مولانا میگه مثنوی من دکان وحدت است غیر وحدت ارچه بینی آن بت است پس دیدیم میبینیم که این دو عارف عاشق مولانا و هم حافظ آنچی از عشق گفتند از خدا گفتند به جهت نیست که بگویم با این همه کلمات و واژه های می و شراب و ساقی و میخانه و مطرب و امثالش که در دیوان حافظ میخوانیم دیوان حافظ بوی شراب نمیدهد دیوان حافظ بوی خدا میدهد دیوان حافظ بوی حکمت و معرفت میدهد زیرا حافظ زیر این واژه های ظاهری نکات بسا مهم و عمیق را گنجانیده و البته خواننده حافظ میتونه یک تماس سطحی داشته و بگذره و یا اعماق این نکته ها را بشکفه تا به درس حکمت و معرفت دستیابی پیدا کنه چنانچه خود حافظ میگه زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت به همین ترتیب چنانچه در حضورتان ذکر کردم مولانا مثنوی معنوی مولوی کان وحدت است به قول خودش و مثنوی درس است برای خود را به خدا یکی دانستن ما از خالق خود جدایی نداریم و بیگانه نیستیم و راه رسیدن به این وحدت عشق است و عاشق شدن به خدا و بالاخره همچنان که گفتیم دیوان شمس دیوان کبیر بیانگر حال مولاناست در عشق به خدا ولو که سوز و سازش به شمس گرید زده شده دیوان شمس برای ما پیام داره میگه عشق مفصل است بین خاک و خدا عشق مفصل است بین آدمی و خدا و عشق مفصل است بین مخلوق و خالقش و در اثر امی عاشقی شما به خدا میرسید به او خدای کریمه که از روی کرم خود دوباره شما را به خود شما وامیداره برمیگردانه البته به یک سطح بالاتر شما را به من شما برمیگردانه و در اخیر فقط چون قبلا چنانچه گفتم مقایسوی از امام غزالی یاد کردیم امام غزالی انتقادی نبوده موضوعش فقط مقایسوی بود چون تمام آثار از او و مخصوصا کتاب کیمیای سعادت که در زبان خود ما داریم پند از سراسر درس اخلاقی برای ما میده که قابل ارج است از خداوند منان میخوایم که
تا نور حق و مشعل معرفت در دل و روان ما جاری داشته باشه و ای سعادت عشق خدا بر ما هم نصیب بگردان. تشکر است.